اگه جز اون دسته از آدمایی هستی که سلامت موهات برات مهمه، حتما اسم روش مزوتراپی رو شنیدی. حالا توی این کلیپ میخوام کلن در مورد روش مزوتراپی با صحبت کنم. اصلا این مزوتراپی چی هست، چه کاربردی داره، کیا باید مزوتراپی استفاده کنن، تاثیرش روی موها چقدر هستش و کلی اطلاعات مفید. خب، محلول مزوتراپی یه ویال دارویی هستش که داخل سرش از ویتامین های گروه B، استیارونیک و سایر مواد مغذی هستش که برای موهاتون لازمه. داروی مزوتراپی با سرنگ‌های خیلی ریز انسولین به داخل پوست سرتون تزریق میشه و ویتامین‌های مورد نیاز به فولیکول‌های موتون برسه و همون ورود سوزن باعث میشه که خونرسانی داخل پوست سرتون زیاد بشه و همه این عوامل با هم باعث میشه که موهاتون تقویت بشه و تا حدی ریزش موهاتون کنترل بشه. حالا چه کسایی بهتره که روش مزوتراپی رو انجام بدن و دوره اون چطوری هستش؟ مزوتراپی برای دو دسته از افراد خیلی اهمیت داره. یه سری برای افرادی هستن که ژن ریزش مو توی خانواده‌شون وجود داره. معمولا آقایان از سن 17 سالگی که وارد سن بلوغ میشن، ریزش موی هورمونی اونها شروع میشه. که باید از همون 17 سالگی سال یک دوره مزوتراپی رو انجام بدن تا 35 سالگی. سال اول باید حتما 10 جلسه مزوتراپی رو انجام بدن و سالهای بعد بستگی به نوع ریزش موشون و موهاشون تعداد جلسات کمتر یا همون 10 جلسه میشه. افرادی هم که کاشت مو انجام دادن، بهتره که از ماه دوم بعد از کاشت مو مزوتراپی رو انجام بدن. انتهای ماه دوم دقیقا زمانی هستش که فولیکول‌های موتون وارد فاز رویش میشه و وقتی شما مزوتراپی رو انجام میدین، اون موها خیلی سریعتر و خیلی ضخیم‌تر وارد فاز رویش میشن و نتیجه شما از کاشت موتون نتیجه بهتری رو میگیرید. خب، حالا میخوام ببینیم که دوره‌های مزوتراپی چطوری هستش و مزوی اصل و فکر رو چطوری میتونید تشخیص بدید. دوره اول مزوتراپی 10 جلسه هستش. 5 جلسه اول رو باید هر هفته تزریق کنید و 5 جلسه بعد رو ماهی یک بار، یعنی در واقع شما یک سالتون رو با یک دوره کامل ساپورت میکنید. سالهای بعد هم گفتم بستگی به جنس موهاتون و نوع ریزش موهاتون تعداد جلساتون کمتر میشه یا ثابت میمونه. خیلی مهمه که شما از مزوی اصل استفاده کنید. در ادامه پست عکس مربوط به راه‌های تشخیص مزوی اصل و فیک رو می‌ذارم، حتما ببینید و توجه داشته باشید که پول قیمت کمتر مزوها رو نخورید، چون مزوی فیک تأثیری که موهاتون می‌ذاره ممکن هستش که باعث بشه موهاتون ضعیف‌تر بشه و حتی ریزش موهاتون بیشتر باشه، چون هیچ نظارت روی مزوهای فیک نیست و در واقع ترکیب داروشون اصلا مشخص نیستش. توی تزریق مزوتراپی دو تا نظریه وجود داره. نظریه اول این هستش که پزشکان معتقدن که حتما داروی مزوتراپی رو باید خالص تزریق کنید و هیچ گونه بی‌احتیاطی نباید استفاده کنید تا تاثیرش رو داشته باشه. گروه دوم هم اعتقاد دارن که داروی مزوتراپی رو باید با بی‌حسی انجام بشه، چون همین داروهای بی‌حسی باعث جذب فاکتورهای رشدی و کلاژن ساز میشه. حالا تیم فولیمو تو این مدت دو گروه از افرادی که شبیه به هم بودن رو بررسی کرد. یک سری افراد رو بدون داروی بی‌حسی تزریق کردیم و یک سری افراد رو هم با داروهای بی‌حسی تزریق کردیم. نتیجه‌اش این شد که هر دو گروه تاثیرش مثل هم بود، فقط این تفاوت رو داشتن که اون گروهی که از داروی بی‌حسی استفاده شد درد کمتری رو داشتن، پس دوره دما رو کامل انجام دادن، در چه نتیجه‌ای که از مزوتراپی گرفتن خیلی بهتر بود. حتما توجه داشته باشید که دوره مزوتراپی رو کامل باید انجام بدید. با یک جلسه یا دو جلسه شما نتیجه نمی‌بینید و وقتی شما دوره کامل رو انجام بدید، ریزش موهاتون کنترل میشه و ضخامت موهاتون هم بیشتر میشه. امیدوارم اطلاعات این کلیپ براتون مناسب بوده باشه. لطفاً این کلیپ رو برای دوستانتون که میخوان مزوتراپی انجام بدن حتما ارسال کنید تا اونها هم بتونن مزوی اصل و فیک رو تشخیص بدن و پول قیمت کمتر مزوها رو نخورن. و زیر این پست اگر سوالی در مورد روش مزوتراپی دارید حتما مطرح کنید و اگر تجربه ای از تزریق مزوتراپی دارید هم زیر این پست برام کامنت کنید. ممنونم.